کیچاره دوستان استاد را سره دی تر دې دمو پوره هم تاسو دی الله را ولی د خبرونه ورسته چی بیدی استاد یعنی واقعا سخن شما خیلی زیاد شیرین بود استاد اسکریپت مو بیخیچ نیمم نشد گپیگان تو امو از ورق اول تو شور نخوردیم خو یگانه سوالی که خیلی مهم است ام بس اسکریپت میخوایم بپرسم بله نه خیر جواب میتین استاد بلان روسی دوی ما دارین چی بگویم؟ بله لغیر یک شب باید انتخاب کنی فعلا نه یعنی استاد تو کدام دعای کدام چیزی هست؟ آدم نمیره در خانه بخانه کسی هیچ کس چیز نگویه بگو دیگه بله در مورد دعا اقبال صاحب عزیز ما از کار و دعاهای صحیح داریم که اگر واقعا کسی اخلاص داشته باشه بخانه خیلی از مشکلات حل میکنه مثلا دعا یونس علیه السلام لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه هیچ دستی بلند نمیشه اگر واقعا این دعا رو بخونه که مگر اینکه قبول میشه دعا ولی او ارتباط به درون و اخلاص انسانه بله مثلا دعاهای داریم از کاری برای حفاظت انسان رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه کسی بعد از هر نماز آیت الکرسی رو بخونه الله رو حفظ میکنه از شر شیطان کسی اگر در اول صبح و شام سید الاستغفار اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی ایرا از صدق دل بخونه و یقین داشته باشه هیچ چیزی مانع از او بهشت نمیشه الا مرگ یعنی به معنی که فقط مو مرگ مانع است یعنی بمیره وارد بهشت میشه ما مثلا دعاهای دیگه داریم این قضیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد تکرار میکرد ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه این دعا اگر واقعا کسی از دل بخونه که دنیای زیبا میخوایم آخرت زیبا دنیایش زیبا میشه بله کدام دعای به خاطر نرم کردن دل نفر اول لیست او دعا کار نداره ولی نظر به تعامل و رفتار فرق میکنه میتونه که مثلا ما در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه شما آیا شما رو به چیزی راهنمایی نکنم که در بین شما محبت ایجاد میکنه بله مردم امروز دنبال محبت هستند بله صحابه میگن بفرمایید یا رسول الله میگه افشو السلام به هم دیگر سلام بدهید یعنی احترام متقابل در حقیقت معنایش است هدیه بدهید به هم دیگرتان دعوت بکنید هم دیگرتان ولی متاسفانه جوانای ما و ارتباطات نامشروع خود هزارها هدیه پایین و بالا میشه هزارها مثلا الفاظ شیرین. نوازش و شیرین گفته میشه ولی به خانه که میرن سمون بک منامیون میشن بله به خانه که بگیم جان کجاست میگه کدام پلان دیگه داره کدام پلان بگیره با کجا میگه با کی میگه دی دادالت چیشتا خب از گناه ما بیچارام نیست پرودوسر ما استاد جای عالمای دین آمده بودن ای برش تا شد گفت بیادر گفت وقتم بنده زیاد وقت شده برش یک دعا یاد داد عبیب نازم او دعا را که خان وطن سقوط کرد ایران بایدیم چی کلی حالی از ترس نبگیم اگر کدام دعای باشه استاد عزیز از سیاست و کل چیز شد روانی برنامه ما طوری است که یک چند تصویری داریم برای شما نشان میتیم خدا من خیر و شما فقط نظرتانو میگیم بفرمایید بگه که هر کس باشه خب اولین شخصی که آمد قرضدار ماست و حقخور حقخور بله زیب یعنی رئیس جمهور قدرتمنده که از یک کشور فقیر حقش هم میخورن چی کنیم ببخشیم برشانی دستورتش هم ضعیف از نسبت بگذاشت نه چی میبخشیم حق ماست هر روز توان پیدا کردیم میگیریم ازش حالا کسی چیز دنگه بود بشر دوست دارم خودم هم دوست دارم انسان خدمتگر است واقعا آدم لایق است دیدین کدام خاطره دارین از پیشان؟ دیدیم بله بشه دوست رو دیدیم جناب امرولا صالح در امید یادم معلومات ندارم چیزی گفتن نداره چیزی خب جناب دکتر صاحب کان منافقا خالصا یک منافق خالص متعصب نشنالیست متعصبانه که سرنوشت وطن رو به امیر روزگار کرساندن نمیادم کرد دیدگاه من نیست بله چیز گفتن نمیتونیم جناب کرده است یک انسان زیرک هوشیار حداقل در دوران حکومت خود توانست که وحدت ملی را ایجاد بکنه و تمام افراد در سر یک سفره به گرد خود جمع بکنه دکتر صاحب عبدالله یک سیاستمدار معتدل میانه رو ولی همیشه ناکام شده نمیفهم دلیلش چی بوده این آدم
آدم فهمیده است در کنار ازی که به اصطلاح گرچه مردم همه شاید به اصطلاح موافق و مخالف خود دارم هر انسانی، ولی اگه آدم فهمیده است متنایی که نوشته میکنه یا به اصطلاح مقالایی که گاه وقتی می نویسه آدم از امود درک استعداد میفهمی که آدم فهمیده است. بپرسم شما سه جواب هم میتونید، سه جواب هم پنج ثانیه وقت دارم. سه تا حرف خوبه که تال خودتان شنیدین دائم شنیدین. سه تا حرف خوبه که؟ سه تا حرف که دائم شنیدین و بدلتان چنگ زده، خوشتان آمده باشه، خوشایند باشه. منظورم از دوستتان. خب بله. سه تا حرف خوبه که؟ بله بله. از کسی شنیده باشه؟ بله بله. انگیزه بخش بوده یا مثال خوشتان آمده باشه، بدلتان چنگ زده باشه. ببینید هر انسانه در ذات در سرشت خود احترام رو دوست داره، نوازش رو دوست داره، محبت دوست داره. این چیزی است که ما هم دوست دارم، شما هم دوست دارین، کسی دیگه هم اگر برای شما اینو بگه میپسندی دوست داری. سه چیزی که آرزوی داشتنش دارین. صحتمندی، رزق و روزی حلال، موفق شدن در تمام آرزوهای. خب سه چیزی که از پیشتون گم شو ناراحت میشین. زیای وقت مرا زیاد ناراحت میکنه که اگر وقتم زیاد بشه، و فاصله یا دوری از دوستا و رفقا واقعا ناراحت میکنه، سخته. دوری از وطن مرا ناراحت. خب شد. سه چیزی که از جیب شما میتونه ما به دست بیاریم. از جیبی من؟ بله. از جیبی من دائم چیزی که میخواید به دست بیارید، یکی دفترچه است. دفترچه که خورد دارم. بله. بعضی چیزا رو همیشه یادداشت میکنم. تلفنیم است. ما پیسه نقد نگیریم تا که چور میشیم. بی پیسه نبوده. بوده پیسه بله. سه کاری که کدام وقت انجام داده باشین پشیمان شده باشین یا کاش انجام نمیدادم. از انجام او کارها؟ بله. پشیمانی خود زیاد، انسان از زیاد کارهای پشیمان میشه، ولی از وقتیم که زیاد ضایع شده، یعنی پیش خودم فکر میکنم زیاد وقت ضایع کردم، خاصه پشیمان. دیگه جبرانم نمیشه. فقط داخل میخوایم بپرسم، فقط زود جواب میتین. سه غذای مشهوری را که دوست دارین کدام است؟ پیتزا. خودتان هم پخته کرده بتونین؟ خب نمیتونم خودم، مشکل نمیست که نمیتونم. خب کدام است؟ پیتزا دیگه. و در کنار از قابلی وطنی را دوست دارم. شوربار. شوربار نام خدا. از استادای نمیسن از ما بیچاره قروتیس. خب استاد کدام حرف که در این برنامه باقی مونده باشه و نگفته باشیم، یا پیامتون به بینندهایتون یا مثلا علاقمندایتون که از سلامت باشین. پیام ما برای هموطنان عزیزم است که بیایم همدیگر را به خاطر خداوند طوری که دین ما تاکید کرده دوست داشته باشیم. این دین محبت، دین احترامه، دین عفو و گذشت، دین تسامح و آسانگیری است. قسم به پروردگار اگر آنچه که در دین گفته شده ما به مبنای اون حرکت بکنیم، بورا بخوایم در زندگی خود تطبیق بکنیم، شاید از ما انسان‌های موفق‌تر دیگه نباشه. ولی متاسفانه خیلی فاصله داریم از این قضیه. قربانتون استاد که اومدید. سلامت باشین. از برنامه ما خوشتان اومد. خیلی عالی. کدام مشکلی نیست. امیدوارم شما خسته نشده باشید. قربانتون استاد. بخیر باشید. دوست عزیز، راو رسیدو کراکر اخبرونه پایشی بوده. تربیت تاسو ټول په لاس پرم. خوشاله ژوند ولرئ. یو موټی افغانستان پیلا علا پبا.